خب درود دارم خدمت تک تک همیهنان ارجمند، میهمانان گرامیتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب نکات مختلفی مطرح شد. من چون 5 دقیقه بیشتر زمان ندارم، پیرامون سخن آقای خزعلی و اینکه گفت در نهج البلاغه خطبه 146 هیچ اسمی از ایران نیامده، این شوند شگفتی است به راستی که آدمی که ادعای مسلمانی میکنه تقریبا بیش از نیم قرن هم از سنش میگذره و در یک خانواده مذهبی هم پشتان موف کرده، اطلاعاتش پیرامون نهج البلاغه اینه که حتی نمیدونه در خطبه 146 نهج البلاغه مستقیما پیرامون جنگ با ایرانی ها کاملا واژه فارس به زبان عربی نوشته شده. سطح دانش این همیهن ارجمندمون پس از نیم قرن در یک خانواده مذهبی اینه. به راستی دهه 80 که هیچ سنخیتی با اسلام ندارد به این معناست، و من این رو از این بحث بان خزعلی دریافتم، که صدای ناقوس پایان اسلام به صدا در آمد. اما برگردم به حالا، چون اون بحث دیگه خیلی بحث آمده به اونها اشاره نکنم، همین نکاتی که ایشون فرمودن. ببینید، ما صحیح بخاری رو داریم که مستقیما از عایشه نقل قول میاره، گفتاورد میاره. در بخش کتاب نکاح میگه عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود که با او زفاف کرد. توجه میکنید؟ اینو صحیح بخاری داره میگه، یعنی یه کتاب تاریخی. حالا شما برید میگید ما بعد از این کتاب داریم. شما کتابهای تاریخی که بعد نوشته میشه از لحاظ ارزشی به یقین کمتر میشه بهش اکتفا کرد به کتابهای قدیمی تر. این که حالا شیعه‌گری، ما ایرانی ها آمدیم داستان سرایی کردیم، این داستان سرایی ما رو که دیگه به خودمون به عنوان تاریخ نفروشید که. بعد میفرماید پیامبر اسلام زنان بی سرپرست رو میومد به زنی میگرفت. خیلی خوب، من این رو میپذیرم به عنوان یک فرض غلط دروغین میپذیرم. بفرمایید سوره احزاب آیه شماره 53 بعد از مرگ آقای محمد چرا میگه دیگه با زنان محمد ازدواج نکنید؟ یعنی محمد میاد با این زنها ازدواج میکنه چون بی سرپرستند، اما بعد از مرگ آقای محمد زنان باید بی سرپرست بمانند. اگر انگیزه آقای محمد سرپرستی زنان بی سرپرست است، توجیه دروغینی که شما میآورید این در تناقض با سوره احزاب آیه شماره 53 است که میگه بعد از مرگ آقای محمد شما حق ندارید هرگز پس از پیامبر با همسران او ازدواج کنید. یعنی زنان پیامبر بعد از مرگ آقای محمد دوباره بی سرپرست میشه، چیزی نیست. بعد تازه ما اسناد دیگری داریم. کتاب صحیح بخاری جلد 6 دوباره همون بخش نکاح راجب آمیزش آقای محمد صحبت میکنه، میگه پیامبر 9 زن داشت، نوبت شبانه رو در 8 زن تقسیم میکرد، یکیشون هم که دیگه به سن پیری رسیده بود نوبتش رو میداد به عایشه. کتاب صحیح بخاری جلد 6 بخش نکاح باب 4. دیگر سو ما سوره تحریم رو داریم، همبستری آقای محمد با ماریه و بعد دیدن این صحنه از سوی صحبسه و اعترافش به عایشه، و الله میاد آیه قرآن نازل میکنه که دعوای زناشویی محمد رو حل کنه. ببین شما این همه نشانهای شهوترانی از محمد دارید، بعد میگی نه ایشون صرفا به خاطر سرپرستی ازدواج کرده. ما سوره احزاب داریم آیه شماره 50 و 51، همانا دختران خالو، دختران خاله، دختران عمه، دختران دایی و هر زن مؤمنه ای که محمد به نکاحش مایل باشد را بر تو حلال کردیم ای محمد، و این موضوع از آن توست نه مؤمنان دیگر. مگر مسلمانان دیگه نمیتونستن زنان بی سرپرست رو حمایت کنن؟ چرا آیه داریم که میگه این موضوع فقط از آن توست نه مؤمنان دیگر؟ این پس موضوع صرفا سرپرستی زنان بی سرپرست نیست، که اگر هدفش این باشه هم اون میتونه سرپرستشون باشه هم مسلمانان دیگه.
اما نه، شما این آیاتی که شهوترانی آقای محمد رو پوشش میده، سوره تحریم که دیگه رسما تو اگر اللهی هست شماها توهین کردید به اون الله، آفریدگار جهان هستی، کهکشان، این بزرگی، این شگفتی، این ستارگان، اگر خدایی هست به راستی شما توهین کنندگان به این خدایید که آمده در کاملترین دینش به قول شما، در کاملترین کتابش قرآن به قول شما، سوره تحریم هم پیرامون دعوای زناشویی و شهوترانی آقای محمد با ماری 6 تا آیه نازل کرده، تازه الله زنهاشو هم بیاد تهدید کنه بگه اگر شما دوتا بخواید به این کارتون ادامه بدید، من برای محمد زنانی مؤمنه نمیدونم باکره و غیر باکره پیدا میکنم. شما شغل الله رو هم آوردید در حد خانوبیاری این آقا تقلیل دادید و توهین کردید. این آیات قرآنه. یه جما بحث تاریخی داریم قبول نمیکنید، اما دیگه راجع به آیات قرآن که دیگه نمیشه بزنید زیرش. همیهن ارشمندمون اومده میگه ایشون منظورش چیز دیگه بوده، وقتی گفته زنیم منظورش چیز دیگه بوده. آقا شما بهتر از الله صحبت میکنی، من آیه میارم برات، سوره مریم آیه 98، این قرآن را به زبان ساده بر تو ادا کردیم. سوره قمر آیه شماره 33، و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرید. سوره قمر آیه 40، و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرید. آیا پند گیرنده ای هست؟ خود الله داره میگه من آسان ادا کردم. بعد یه عده 1400 سال دیگه میان واژه های الله رو دگرگون میکنن، میگن اینجا منظورش این نبوده، اینجا که گفته قطع کنید منظورش قطع کردن نبوده، اونجا که گفته از ربوهن بزنیدشان منظورش زدن نبوده، اینجا که گفته زنیم یعنی زنازاده منظورش این بوده پرهیزکاری کنید. ببین آقا شما حتی بر علیه آیات قرآنتون هم دارید قد علم میکنید. شما هر زمان سوره قمر آیه شماره 32، آیه شماره 40 و آیه شماره 22 رو از قرآن پاک کردید، هر زمان سوره مریم آیه شماره 98 رو پاک کردید، اون موقع ما این واژه سازی های شما رو میپذیریم، وگرنه به نظر من اساس حرفتون بیپای است. راجع به زندگی گور کردن دختران، ببینید یک بخشی از قبایل عربستان بودن که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن، نه لزوماً دختر. قرآن هم آیه داره پیرامون زنده به گور کردن فرزند، این اصلا عمومیت نداشت، برعکس خدیجه بازرگانه در کجا؟ در شبه جزیره عربستانی که به قول شماها آدم های عقب مانده و بدوی هن. یک زن بازرگان است در همون شبه جزیره عربستان و آقای محمد نوکر اوست، کارمند اوست. غیر از اینه اگر قرار بود تو جامعه عربستان تمام جامعه عربستان زن رو زنده به گور کنه، میتونست از در اون جامعه کسی مثل خدیجه بیرون بیاد؟ میتونست؟ بنابراین جایگاه زن رو پیش از اسلام اینقدر به شوخی و مسخره نگیرید که بعد بیاید بگید نگاه کن ما بعد از اسلام حق شما رو نصف کردید، خوشحال باشید که زنده به گور نشد. این دروغه. اول اینکه فرزندانشون زنده به گور میکردن از روی فقر و نداری، دوم زنان پیش از اسلام جایگاه هایی داشتن، مثل خدیجه نمونه بارزش هست، و محمد کارمندشه، کارگرشه، و تا زمان حیات خدیجه هم دست از پا خطا نمی کنه. اما بعد از مرگ اونه که میاد سوره نسا میگه الرجال و قوامون علی النساء، قوامون قائم بر. آقای محمد تو خودت یه زن قائم بر تو بوده، حالا الرجال و قوامون علی النساء؟ چرا؟ چون الله بعضی را بر بعضی فضل داده. این بیشتر شبیه شوخی میاند. یه نکته ایم آقای خزعلی گفتن الان من در ذهنم آمد، پیرامون جزا، جزیه، سوره توبه آیه شماره 29، سوره توبه آیه شماره 29، کیفر آنان که نه، پیرامون باورمند بودن به محمد، آنان که چشم، آنان که اهل کتابم به آنچه را که محمد حرام میداند حرام نمیداند به جنگ و ستیز پردازید تا با خاری و ذلت به شما جزیه دهند. جزیه از جزا میاد، جزا یعنی کیفر، جزا یعنی سزا، یعنی شما دارید یکی جریمه میکنید. وقتی که به کشور ما حمله کردن، اونهایی که مسلمان نمی شدن باید جریمه می دادن مازاد بر مالیاتی که از مردم می گرفتن. خودش روشه، من تعجب می کنم واقعا در خانواده مذهبی بزرگ بشیم، پدر در بالاترین
جایگاه دینی باشد، بعد ما این چیزها رو ندونیم. نه، من عمیقا بر این باورم که ایشون اینها رو میداند و داره تلاش میکنه که به دروغ واژه ها رو دگرگون کنه، مالی بکشند. من فکر میکنم دوران مالی کشی اسلام آقا این تمام شده. بویژه 10 ثانیه، بویژه بعد از این رویدادهایی که در ایران بر سر 4 تا لباس زنان و دختران ایرانی رو کشتید، من فکر میکنم نقطه عطفی در پایان کارنامه اسلام در ایران خواهد شد.